سلام خدمت همه خوبید خوشید سلامتید خوش میگذره امیدوارم که حالا همتون عالی باشه من محمد صبحان تهوری با مینی دوره رایگان لوگو از یوتیوب اکادمی گرفت در خدمت شما هستم مینی دوره که این جلسه دومشه و, و جلسه اول که درباره چیستی و اهمیت لوگو بود رو میتونید توی لینکی که الان این بالا میاد ببینی و در ادامه با این جلسه همراه هم باشید تو این جلسه میخوایم درباره استانداردها و ویژگی های یک لوگوی خوب صحبت بکنیم این حرفم یعنی چی یعنی اینکه اگر شما بخوای برای یک آنلاین شاپ یا مثلا مؤسسه علمی پژوهشی لوگو بزنی بزن اشکال نداره اما باید یک سری اصول و ویژگی ها رو در اون طرحت رعایت بکنی حالا سوال اینجاست که چرا من بعد این استانداردها رو رعایت بکنم چون اگر طرح تیم ویژگی ها رو داشته باشه لوگوت ماندگار و جذاب میشه و خیلی زودتر به اون اهدافی که توی جلسه اول برای لوگو در نظر گرفته بودیم میرسه تو این جلسه درباره پنج ویژگی لوگو میخوام صحبت بکنم یک سادگی دو رنگ سه چند منظوره بودن یا تطبیق پذیر بودن چهار فونت و پنج بی زمانی. قبل از شروع ممنون میشم که همین الان ویدیو رو لایک بکنید چنلمون رو دنبال بکنید اون زنگوله هم بزنید که اگر جلسات بعدی مینی دوره لوگو آپلود شد اولین نفر باشه که خبردار میشی بریم سراغ جلسه دوم ویژگی اول سادگی بیاین قبول کنیم که آدمای امروزی خیلی تنبل شدن تنبل از چه لحاظ از اینکه دوستان اطلاعات خیلی ساده و شفاف بهشون خورونده بشه آدمای امروزی از چیزهای خیلی پیچیده که آدم رو به فکر وامی داره برای اینکه بفهمن به نظر من خسته شدن این صحبت رو میتونیم بیاریم توی حوزه گرافیک و فیل تخصصی لوگو آدم ها از لوگوهای شلوغ پلو که هیچ چیش به هم دیگه نمیاد و سر و تهی نداره بعدشون میاد و باعث میشه که اون لوگو خیلی زود از ذهن مخاطب فراموش بشه خب این با هدف لوگو که ارتباط با ذهن مخاطب بود مغایرت داره ما بعد یه کاری بکنیم که لوگو در ذهن مخاطب حک بشه حالا اگر ما بیایم لوگو رو خیلی پیچیده طراحی بکنیم خیلی زود از ذهن مخاطب پاک میشه و این با هدف لوگو مغایرت داره پس توی طرهاتون نهایت سادگی رو در نظر بگیرین که همه پسندتر بشه دو رنگ هدف لوگو چی بود ارتباط با ذهن مخاطب برای اینکه بتونین به این هدف برسیم یا بذارین بهتر بگم کلید ورود به ذهن مخاطب برانگیختن احساساتشه تو حوزه گرافیک این مسئولیت خطیر افتاده بر دوش رنگ یعنی ما با رنگ ها میتونیم با احساسات مخاطبین بازی بکنیم درباره رنگ میشه خیلی خیلی صحبت کرد ولی فقط اینجا میخوام بهتون بگم که رنگ در لوگو بسیار مهمه اینکه چه رنگی رو انتخاب میکنیم و چند تا رنگ رو بعد انتخاب بکنیم از اهمیت زیادی برخورداره مثلا این نباید باشه که شما برای یک لوگو بیاید مثلا از 5 تا رنگ استفاده بکنیم بعضی از لوگوها بعد تنگ رنگ باشن و نهایت دو یا سه رنگ میتونی برای لوگوهات در نظر بگیری البته این لوگو باید در بردارنده هدف اون کسب و کار جامعه هدف یا مخاطبینش این که مثلا با جامعه میانسال و یا جامعه جوونی در ارتباطه نوع خدمات و محصولات استراتژی و یا نام اون برند مربوط میشه و ما باید بر اساس این فاکتورها رنگمون رو انتخاب بکنیم مثلا به نظرتون انتخاب رنگ صورتی برای فروشگاه لباس مردونه رنگ مناسبیه یا خیر این شده از اهمیت رنگ در لوگو سه چند منظوره بودن و یا تطبیق پذیر بودن اصلا یعنی چی که لوگو باید تطبیق پذیر باشه شما فرض کن لوگویی که طراحی کردی رو میخوای روی یک بیلبورد در سطح شهر چاپ بکنی یعنی در سایز خیلی بزرگ و یا در سایز خیلی کوچیک مثلا روی یک خودکار به عنوان تبلیغات لوگوت رو چاپ بکنی در سایز بزرگ و در سایز کوچیک لوگوت باید خانا و قابل فهم باشه بعضی از سرها هستن که اگر سایزش رو خیلی بزرگ بکنی و یا خیلی کوچیک بکنی اون المان ها و عناصر گرافیکی توی هم میره و کلیت و اون شکل و شمایلی که یک لوگو باید داشته باشه رو دیگه نداره و اینجاست که مخاطب نمیتونه خیلی خوب با لوگویی که ما طراحی کردیم ارتباط بگیره این تطبیق پذیر بودن توی رنگ هم صادقه ها مثلا بعضی از کسب و کارهای اینترنتی رو من دیدم که بر اساس ایام سال میان رنگ لوگوشون رو تغییر میکنن و خیلی جالب میشه مثلا برای عید نوروز میان رنگ لوگوشون رو سبز میکنن یا مثلا توی ایام شهادت میان رنگ لوگوشون رو مشکی میکنن یا مثلا توی چهارشنبه سوریه میان اونا رو قرمز میکنن و خیلی هم قشنگ و جذاب میشه ما به اینها میگیم لوگوی تطبیق پذیر بودن که بعد توی اندازه و سایز و توی رنگ این کارها رو رعایت بکنیم خب توی این چند دقیقه درباره اهمیت رنگ در لوگو صحبت کردیم حالا اینجا میخوام یه نکته جالبی رو بهت بگم اینکه لوگویی که داری طراحی میکنی نباید وابسته به رنگ باشه یعنی چی یعنی اینکه اگر لوگوت رو سیاه سفید بکنی دوباره اون معنا و مفهومش رو باید به مخاطب منتقل بکنه مثلا فرض بگیر شما برای معرفی کسب و کارت میخوای یه کاتالوگی رو طراحی بکنی به شکل سیاسفید نمیخوای رنگی چاپش بکنی اگر لوگوت وابسته به رنگ باشه وقتی میای این کاتالوگ رو طراحی میکنی دیگه اون لوگوی رنگی اینجا جواب نمیده چون باید سیاسفید باشه دیگه و اینطوری نمیتونی خیلی خوب با مخاطب ارتباط بگیری به خاطر همین این نکته رو باید در حین طراحی لوگو گوشه ذهنت داشته باشی که توی پروژه عملی بهش میپردازی ویژگی چهارم فونت اگر نوع لوگوتون جوریه که باید نوشته داشته باشه یا احیانا شعار تبلیغاتی یا تگلاین و اسلوگانتون رو میخواهید در کنار لوگو قرار بدید باید فونت مناسبی رو براش در نظر بگیرید فونت هم مثل رنگ باید خیلی خاص و شیک و جذاب باشه مثلا شما نمیتونید برای یک فروشگاه لباس دخترونه بیای اسم اون فروشگاه رو با فونت نسلیق شکسته بنویسی این اصلا درست نیست خوشبختانه امروز سایت های فارسی بسیار زیادی وجود داره که میتونید ازش فوندهای های رایگان و یا پولی خیلی خوبی رو بسته به اون نوع کسب و کاری که داری براش لوگو طراحی میکنی انتخاب بکنی و ازش استفاده بکنی یه نکته دیگه هم اینجا بهتون بگم که این فونتی که داری انتخاب میکنی باید تطبیق پذیر باشه یعنی شما وقتی فونت رو انتخاب کردی و توی لوگو ازش استفاده کردی یک بار اون رو در سایز بزرگ ببین و یک بار در سایز کوچیک این نباشه که وقتی لوگوت رو میای کوچیک میکنی اون فونت دیگه خانویش رو از دست بده پس حتما باید به این نکته توجه داشته باشی و بریم سراغ ویژگی جذاب بعدی بی زمانی. به نظر من که بی زمانی کلمه خیلی جالبیه یعنی اون لوگویی که داری طراحی میکنی نباید وابسته به زمان باشه و اینکه برای مدت زمان طولانی بتونی ازش استفاده بکنی این نباشه که به صورت ماهانه و یا حتی سالانه بیای اون رو عوض بکنی اگر میخوای دچار همچین خطایی نشی هیچ وقت از ترندها و مدها در طراحی لوگوت استفاده نکن چیزایی که مد میشه یا ما به اصطلاح بهش میگیم ترند میشه چیزایی هستند که خیلی زود بر سر زبونا میان و خیلی زود هم فراموش میشن اگر شما بیای پروسه طراحی لوگوت رو بر اساس ترندهای روز انجام بدی وقتی اون دیگه اون از مد افتاد لوگوی شما هم از مد میفته و به ناچار بعد اون رو تغییر بدی چرا باید تغییر بدی چون دیگه مخاطب با اون لوگوت ارتباط برقرار نمیکنه چرا ارتباط برقرار نمیکنه چون مدها و ترندهای جدیدی اومده و مخاطب ترجیح میده با آنها بیشتر ارتباط بگیره پس سعی بکن که لوگوت رو وابسته به زمان نکنیم و به جای استفاده از ترن ها از اصول گرافیک و دیزاین استفاده بکنیم که توی پروژه عملی حتما بهش میپردازیم خب این هم شده از اصلی ترین ویژگی هایی که یک لوگو باید داشته باشه یه جنبندی خیلی ریزی طبق روی مباحثی که توی این جلسه با هم یاد گرفتیم داشته باشیم یک لوگوی خوب باید ساده باشه رنگ مناسبی داشته باشه اما وابسته به رنگ نباشه چند منظوره باشه یعنی در ابعاد بزرگ و یا کوچیک باید خانا و قابل فهم باشه اگر خواستیم از یک نوشته در لوگومون استفاده بکنیم از فونت مناسبی استفاده بکنیم و در آخر لوگومون باید بی زمان باشه خب اینم از مطالب این جلسه خوشحالم میکنی که نظرت رو به هم بگی و ویدیو رو لایک بکن اگر هم دوست داشتی منو توی اینستاگرام به نشانی بیت گرفتاد دیزاین دنبال بکن خیلی مخلصم شما رو توی جلسه سوم میبینم